سلام، به کانال نیایش خوش اومدین. در برنامه امروز از بهترین سن برای یاد دادن آموزه‌های دینی به کودک بهتون میگیم. اگه این موضوع برای شما کاربردی و جذاب هست، پیشنهاد میکنم این برنامه رو تا آخر ببینید. بیش از هر چیز ممنون از همراهی همیشگیتون و ممنون از اینکه از طریق لایک، سابسکرایب و ارسال برای دوستاتون از ما حمایت میکنید. حمایت شما باعث دلگرمی ما هست و کمک میکنه که هر روز بهتر از قبل عمل کنیم. یادآوری میکنم در صورتی که از برنامه های ما خوشتون اومد، حتما اون زنگوله رو فشار بدین تا روزهای بعدی هم در جریان برنامه هامون قرار بگیرین. بریم با هم این برنامه رو بشنویم. یکی از آسیبزاترین کوتاهی های والدین در مسیر تربیت کودک، بی‌توجهیشان به باورهای دینی است که زمینه را در راستای ضربه زدن به شخصیت دینی کودک آماده می‌کند. هرچند حجاب از سن تکلیف بر دختر واجب می‌شود، ولی بسیار منطقی به نظر می‌رسد که یک دختر 9 ساله به یک باره نتواند با حجاب شود، بلکه باید از سنین کودکی بسته به شرایط روحی و روانی، عاطفی و همچنین خانوادگی به جذاب سازی حجاب در نظر دختر پرداخت و هر از گاهی از او خواست تا از چادر یا روسری استفاده کند همچون لباسهای دیگر. با این حال به خانواده ها تأکید می شود از تحمیل اجباری حجاب در سنین قبل از بلوغ به فرزندان پرهیز کنند، اما ترغیب و تشویق به آن را پشت گوش نیندازند. در برخی روایات اسلامی آمده است که ولد از سید سبع سنین، یعنی کودک تا 7 سال حاکم است، اما خانواده ها بدانند که این حاکمیت به معنای آزادی کامل نیست و کودکان باید در سنین 3 تا 6 سالگی با مفهوم عمیق مسئولیت پذیری، البته با قاعده و قواعد سهلگیرانه، به همراه تشویق آشنا شوند. البته این را بدانند در هنگام آموزش کودک را تحت فشار قرار ندهند یا کاری که از توانشان خارج است را به او نسپارند. یادمان باشد که بذر ایمان از همان سالهای اولیه زندگی کاشته می شود. بنابراین خودشناسی در این سن اهمیت زیادی دارد. کودکان نوپا می توانند کلماتی را که از مفاهیم مقدس برخوردارند یاد بگیرند. در ابتدا آموزش باید از کلماتی مانند قرآن، خدا، پیامبر و امام آغاز شود. اگر بچه ها به سادگی با این کلمات مأنوس نشوند، بعدها پایه‌ای برای آموزش مفاهیم بزرگ نخواهند داشت. همچنین باید اعتقاد به عشق و محبت را در آنها تقویت کنید. این مهمترین چیزی است که خدا را به کودکان خردسال می‌فهماند. به آنها بگویید که خداوند دوستشان دارد و همواره از بچه ها مراقبت می‌کند. این موارد را در سنین 1 تا 3 سالگی می‌توانید آموزش دهید. نکته دیگر این که کودک به این جهت که یکی از وابسته ترین موجودات دنیاست، در تأمین نیازهای خیش به والدین وابستگی کامل دارد. اگر کودک از این جهت مشکلی نداشته باشد و والدین در محبت و توجه به او از چیزی فروگذار نکنند، از اعتماد به آنها اعتماد و توکل به خدا را نیز می آموزد. در سنین 3 تا 5 سالگی، در این مرحله این سوال غلط است که چطور کودک را وادار کنم به خدا اعتقاد پیدا کند. اینکه این اعتقاد درونی به صورت اجمال در فطرت و آفرینش او وجود دارد. پرسش صحیح این است که چطور به او نشان دهم که خدا در زندگیش حضور دارد. زمانی که بچه ها در برابر شگفتی های اطرافشان حیرت زده می شوند، از چیزی ناراحتند یا شادی ناگهانی را تجربه می کنند، زمینه فکریشان برای این مسئله آماده است و شما می توانید
حضور خدا را با حرف زدن در این باره به آنها نشان دهید. مثلا وقتی کودک 5 ساله شما از مرگ پدر بزرگش غمگین و تعجب زده است، از شما می پرسد پدر بزرگ پس از مرگ چه می کند؟ آیا او در بهشت است؟ او در واقع به اطمینان خاطر نیاز دارد. در پاسخ به او بگویید تو چه فکر می کنی؟ او احتمالاً در پاسخ می گوید پدر بزرگ الان در بهشت در کنار فرشتگان است. شما در این هنگام نظر او را تایید کنید. همچنین وقتی کودک در تولد فرزند جدید اظهار خوشحالی یا شگفتی می کند، به آسانی می توانید خدا را به او نشان دهید. یا هنگام خوردن غذا برای او توضیح دهید که این غذاها از جانب خداوند است و ما باید از او سپاسگزاری کنیم. آنگاه همگام با کودکانتان مراسم شکرگزاری را به جای آورید. در فاصله سنی 3 تا 5 سال، کودکان خدا را غالباً موجودی چون یک رهبر روحانی می دانند. چنین برداشتی به این پرسش ها می انجامد. آیا خدا می خوابد؟ خدا کجا زندگی می کند؟ غذای او چیست؟ برای فیصله دادن این موضوع و ارضای حس کنجکاوی و تخیل کودک جوابی صادقانه به او بدهید. نمی دانم. به یاد داشته باشید کودک در سنینی نیست که بتواند چیزی بیش از این پاسخ اجمالی را درک کند. اما اگر در پاسخ به او بگویید خدا چیزی نمی خورد و جا و مکانی ندارد، نه تنها قانع نمی شود بلکه سردرگم نیز می شود. بعد شما سوالاتی از او بپرسید که نسبت به گفتگو علاقه‌مند شود. به خاطر داشته باشید همیشه سوالات او را جدی بگیرید و هرگز مورد تمسخر قرار ندهید. بچه ها نمی توانند منتقدانه فکر کنند و صحبت های شما را مورد ارزیابی قرار دهند. بنابراین وقتی با کودک پیش‌دبستانی درباره خدا حرف می زنید، کارشناس شمایید. دقت کنید حرفی نزنید که بعدها پشیمان شوید. مثلا اگر به او بگویید هر وقت بد رفتاری کنی خدا عصبانی می شود، او خدا را در تخیل خود پدر عصبانی مجسم می کند که آماده است او را برای هر اشتباهی تنبیه کند. ممنون که تا پایان برنامه همراه ما بودین. لطفاً از طریق لایک، سابسکرایب و ارسال برای دوستانتون از ما حمایت کنین. و همینطور با فشردن اون زنگوله روزهای بعدی هم ما رو همراهی و حمایت کنین. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.